اونجا سلام، حالتون چطوره؟ خوش اومدید به ما. خوش اومدید به ما که خیلی خوش اومدید. آره، عرض کنم خدمتون که قرار بعد از سالها دوری از شما با کلاک تیوی دوباره بهتون برگردیم با یه برنامه جدید به اسم اگه گفتی چیه؟ من و حسین قرار تو این برنامه کلی سورپرایز جذاب داشته باشیم، کلی چیز باحال ببینیم، با هم اصلا فرهنگ سازی بکنیم. به خاطر همین اسم این برنامه رو گذاشتیم سماور. ما با هم دیگه اومدیم که برای شما سم بیاوریم. ببخشید که یه ذره خلوت اینجا هیچ چیزی نداریم، یه ذره قسمت اوله ببین مثل این بازی هست که خونه خالیه، یعنی هیچی توش نیست. ببین قراره براتون سم بیاریم، یعنی سمتون رو ما میاریم. خب بریم شما هم ببینید با هم دیگه ریاکشنشون بدیم. حالا ممکنه شما که مخاطب این برنامه این ذاتاً به اینا بخندید، ولی خیلی هستن که نمیخندن و باعث میشن که این سموم بیشتر بشه در فضای مجازی. ما اینا رو میشیم بذاره مسخره میکنیم با هم دوره هم خوش میگذره، همین که شاید بلکه بعضی هم به خودشون بیان دیگه این چیز اینا. آخه میدونی چیه؟ ما میخندیم به اینا، یه سری هم نمیخندن، واقعا لذت میبرن ازشون. خب زیاد شده، بعد زیاد میشه، بعد این سموم داره زیاد این پخش زیاد شده سم تو فضا، یعنی ترشح کرده در کل جامعه. بریم ببینیم چجور میشه. این چقدر آشناس قیافش. این چی کاری نداشتش به اونا، به اون دست نزن، با اون بازی نکن. من خیلی دوست دارم اینا رو. خب آره. اونجا هم خب یه ذره میشه گفت که تخصصمون خب تو ویدیو ساختن و اینا هم هست. از نظر تکنیکالی نگاه میکنی خیلی بامزه است، از نظر محتوایی که دیگه نگم براتون. شما 100% دیدید اینا رو، ما گفتیم با هم بیایم بشین ببینیم، دور هم جمع شیم، تخمه ها رو بیاری بذاری جلوتون، شروع کنیم هم ویدیو ها رو دیدن. خب بریم اولین ویدیو. من ندیدم، تو هم ندید. تو اینجا چیکار میکنی؟ چطوره؟ چرا خودت رو میگیری ازم؟ به چه حقی اومدی در خونه من؟ ما پشت تلفن حرفامونو زدیم. اینجوری داری ارزش منو میاری پایین. تا به حال خودتو دیدی؟ تو چی داری که من بخوام با تو باشم؟ من اگه با تو ازدواج کنم مایه ننگ خانواده ام میشم. من تمام وقتمو دارم صرف تو میکنم. وقتی برام نمیمونه به خودم و هدفام برسم. الکی بی‌عرضگی تو پای من انداز. تو صدیقه هیچ پسری نیستی. چی؟ تو صدیقه هیچ پسری نیستی گفتنه؟ آره. دیالوگ خوبیه موقع کات میخواید به دختر بگید به شدت تو سلیقه هیچ پسری نیستی. سلیقه هیچ پسری نیستی. و دوربینا رو خیلی دوست دارم، من عاشق اتفاقا دوربین ضبط کردن، یعنی جهت تصویری که میگیرن میزنن این و میزنن. یه چیزی به نام خط داستانی توش وجود نداره. یک سال پولدار شده. سلام آقای حیدری، پولم جور شد، اومدم عروسک رو ببرم. مبارکتون باشه خانم. پسر یه کار خانم انجام بده. پسر چی شده؟ شاگرد مغازه شده. ببین 45 سال پیش سناریو فیلم هندی ها اینجوری بود دیگه. آره پسره رو میزد. فیلم چی بود؟ باغبان بود. باغبان. بابا رو ترد کردن خونه رفت مجبور شد بره. نه قبلش یه پسر کوچیک داشت اونو. آره اون از جوب آورده بود، با سرش گرفته بود از جوب. این رفتش یه جا همینجوری چای بره چیز شد، این پروژه سینما، نه پروژه سینمایی شد. خب بعد رفت اونجا، بازیگره بازی نمیتونست بکنه، این رفت بازی کرد اتفاقی توش، معروف شد، پولدار شد و همه رو خرید. آره همه رو خرید. بعد همه سناریو هر رونه. بذار بچه ببینیم، بذار ببینیم. پسر یه کار خانم انجام بده. بعد ببینم این سوال، این همون دختره هست چرا؟ دیگه پول نبود ماش؟ پول دار بشی دیگه. رنگ ماش عوض نشد. مارشمالو بود، الان اصلا این شلوار تنگ پاپری اینجوری. پاچه گشاد و آره اینا، یعنی یه بی ام و هم خریده فکر کنم. آره آره بی ام و تو یه سال ببخشید تو یه سال فقط چیکار کرده کس؟ تو یه سال چیکار میتونی بکنی که میتونی ماش بی ام و بخری؟ دوستا کدوم سی بیر زدیه؟ طبقه
دعوا نداشتی من اینجا ببینی نه؟ فکر نمی کردی اون دختر ضعیفی که یه روز ولش کردی رو تو همچین موقعیتی ببینی؟ روزی که رفتی له شدم، تو اوج ناامیدی سعی کردم تلاش کنم برسم به چیزی که تو ازم می‌خواستی، بهت ثابت کنم که منم میتونم که برت گردونم، ولی امروز که برام اهمیتی نداری، دیگه تو در حد من نیستی. عجب حلوای من امیره بی نظر ایلی سورم یارو ایوه اینا چیه این چه لباسیه؟ خود این پسر رامین داره ادیت کرده، خیلی جدیه ها، واسه خودشون جدیه، یعنی واسه مسخره شدن نمیسازن اینا. نه اصلا اون روز داشتم میگفتم برای سن خیلی پایین 13-14 دختر و پسر، برای اونا فکر میکنم خیلی جذابه. اوه این پارکی ها مگه نبودن؟ این پارکی ها رو یه جا میسازن دیگه، یه دلیل هست اینا ساخته میشه دیگه، ویو میخوره. مثلا یه چشمکی بزنه بفهمیم داری مسخره، مگه میشه اینقدر چیز مسخره رو جدی ساخت آخه؟ چی داره ادامه داره؟ شما هندی داره نه دیگه این تموم میشه دیگه، میگه من اومدم تو دیگه الان در حدم نیستی، حالا یارو رفته یه سال بعد اومده پول دار شده، بعد اون پسره که اینا با هم دوست بودن. خب آره. پسره گفت تو لیاقت منو نداری دیگه، تو دیگه در حد من نیستی، اصلا به خانوادم دیگه نمیتونم معرفت. آره. بعد پسره خوش داره چای میده اونجا. پسره بعضش خوب بوده که اینجوری بوده، بعد چطور پسره ضعیف شد دختره قوی؟ یعنی اینجوری نبوده پسره سر جاش بمونه، ضعیف رفته پایین. آقا بریم ویدیو ببین. بلند بگو دوست دارم. پس دوست دارم. وای وای اسلامی هم است، دست نمیتونست بهش بزنی دیدی؟ ناخونهاش هم دراز بود اینجوری، اینو ول برید اینجوری گرفته بود تو صورت یارو، اگه گفتی من دوست دارم چه ول برید. اگه یه روز بچه داشتیم دوست داری بچه همون دختر باشی یا پسر؟ خب این که معلومه، عشقم از تو یه دونه کمه، مثل خودت یه دختر خوشگل. آشی دیدی؟ آشی این صدا رو پیاده دیگه، از تو یه دونه کمه، یه دونه کمه، یه دونه دختر خوشگل. بعد مثلا سالها گذشته دیگه، چون اون گشین که میخوره گشین توی ویدیو چند سال میگرم ویدیو. بذار تو قبلش بیام، تو همون پارک همون تیپ همون لباس همون هیچ تغییری نکرده پسر، دیدی؟ فقط از این صندلی رفتن اون صندلی. کی بود اون روبرو نشسته؟ اون پسره بود دیگه که بهش گفت از تو یه دونه کمه. این یکی دیگه، الان این دختره با یکی دیگه است. شبرم یاب بگیری چشمش رو شبیه همون پسره. کاش از خودم برای خودم یه کمی نیگر می‌داشتم، تو امانتدار خوبی برای همه من نبودی، ولی اگه روزی دختردار بشم میارم تو از دور نشونت میدم، میگم این خانم قرار بود مادرت بشه. متاسفم اصلا نفهمیدم چطور همه چی عوض شد، حالا چرا اینقدر شکسته شدی؟ مگه کم کندی؟ نه بی معرفت دل کندم خورستی دیگر سوس. چطور شکسته شدی اینقدر ابی؟ مگه کوه کندی؟ مگر کوه کندی؟ نوید بیل کندم. وای عشقار داری؟ پشمان چرا سریع تو ببین کل اتفاقات، چون شورت میخواد باشه این ریله یه کار نداره این تاثیرگذاری دیالوگا. آه نمیره یارو میره آب میگیره، یه اتفاق به این بزرگی تو 30 ثانیه میفته، گریهشون در میاد، صحبت میکنن، دیالوگ گفتنشون مثلا نگاه کن، یارو معلومه که نشسته یه متن رو 3 روز پشت هم نوشته، اینو بگم اینو بگم اینو پشت هم دیگه میترکونا ویدیو رو جر میده میاد بالا. از اون روزی که تو رفتی من خیلی توانستم این کار را بکنم. بیا بیا خدای خودت کمک. آی دکتر سگم مریض، تو رو خدا یه کاری کنم. بذاره بالا ماینش کنم اینم چی شه. خانم مالش میگم چی شه. لطفا یه سرم سری برده بیا، همش استفراغ میکنم. لطف کن یه سرم سری بردار بیار، اینو گفت. بعد اینجا پسره فهمید که این عشق قدیممه. نگاش کن قیافه رو. سلام خوبی؟ اصلا کات به هیچ رب نداره. کاش وقتی از هم جدا می شدیم همونقدر که سگت برات مهم بود منم برات مهم بودم. مهم بودی ولی تو راه رفتن و خوب یاد گرفته بودی و منم نتونستم کاری کنم. خودت میدونی من تحمل بیپولی رو نداشتم و کلی آرزوها واسه خودم داشتم. میدونی قصه این سگو میخورم چون وفاش از خیلی از آدما بیشتره. این سگ اگه بیپول باشی، اگه ندار باشی، با یه تیکه نونم باهات میسازه، ولی آدما تا جیبت خالی میشه تنهات میذاره. خاطرم نیست کجامو هست یاد.
ببین احتمال مثلا 99% خب اینا میخوان تبلیغ هم بکنن دیگه. خب اینا دوست دارن که یه تبلیغی هم بشه ببینن. آره کلینیکی داره این دکتر مظفری ها دارن تبلیغ میکنن. همون دارو بود؟ نه اون بازیگره. اون به خدا بازیگره. بعد اینا نها کن کپشن هایی که می‌نویسن خداست کاش بعضی از آدم ها وفا رو از سگ یاد میگرفتن. خسته نباشی هنرمند. نه واقعا یه سری ها دوست دارن اینا رو بچه بابا دوست دارن. آخرش حتما ببینید شوکه میشید. اینو نوشته میگم برو بزن صد بار دیگه هم بزن ولی بلام نکن. آبوله نگی برا من گفتم باید از زندگیم بری باید بری. رنگو داری؟ رنگ رنگ ویدیو رو داری ماتریکس رو قاطی کرده با وولورین و همه چی ثبت شده. ناخونا رو ببین تو. آره. روی تتوش نوشته من به تو چه حتی دیالوگای تتوشون هم اشتباه. این چیه؟ آتی با این چجوری خودشون رو میشورن تمیز میکنن؟ این میره چجوری اینقدر تیزه؟ باشه میرم ولی تو بگو کجا برم وقتی زندگیم تو این حرفات هندیه. مگه من برات کمم؟ اون چی داره که من ندارم؟ اون حال منو خوب میکنه. یه فرصت دیگه بهم بده میشم همون آدمی که میخوای تو رو خدا. میگم برو از زندگی من بیا. چی کار میکنی؟ صدای گشینگا دیدی؟ این گشینگا خیلی مثل اینکه اتفاق یه اتفاق خیلی خاص میفته وقتی میگه کاش هیچ وقت بهت دل نمیبستم کاش هیچ وقت جوابتو نمیدادم حالا که میخوای برم میرم ولی واسه همیشه لعنت بهت به درک. آقا جانم چی میگی؟ آقا چی میگی؟ آقا خوبی؟ آره خوب دیدم سه ساعت زود قضاوت کردی نگرانت شدم. نه داداش خوبه ریدم حاجی تو به نظر نمیاد اینقدر نه هزار عشقم اوکی هم داشت دمید کرد. مثلا از این میپرسن شغل چیه چی میگه؟ میگه من میگه کارگردانم شک نکن. آقا آقا چه خبرتونه؟ صاحب مجموعه شمایی؟ آره آقا چطور مگه؟ کل قوم صداشون در اومده. این چه کاسبی؟ این چه قیمتایی داری میدی؟ مرد کل قوم بچه قومن دیدی؟ بعد تتو ها رو نگاه کن چقدر تتو دارن. بذار تکی با من همسر. سای مگه دزدی میکنی جنسات انقدر ارزون میدی؟ نه آقا درختشو داری. مرد سای مگه من با تو شوخی دارم؟ در اینجا رو تفته کن میرم سریع. یه جورای جدی گفتم صفت و صد تو لوازش عوض نشد به خاطر همین همه ایدگارا رو میدیم 199 تومن بجز خود شلوارا. پس اینو بگو داری سودتو رو کتا شلوارا میخوری. آره اینجوری هم که فکر میکنی چرا هی عوض میشه؟ خودتون میتونین نزدیک ببینید. دیدی اومده بودن دعوا داداش حلالت باشه خرید کردن رفتن. اینا باید کوچه ببندن اصلا نباید خرید بونه میکنن اینجوری. پشمان واقعا بعد چرا لباس میشه این عوض میشه؟ چرا این چه دلیلی پشت مثلا تنوع رو میخواست بکنه؟ میخواست آره این تبلیغاتی بود دیگه. دیدی پشمان نریخت واقعا تبلیغات هوشمندانه بود. کل قوم صداشون در اومده. من ترغیب شدم از اونجا خرید کنم. خب یعنی سودت رو کوپ بدیار فکر کنم باید دعوا. یعنی شما سودت رو کت شلوارا؟ نه رو کت شلوارهامون هم این رو نداریم. نداریم. اما میشستیم این همه ما اشتباه میکردیم تبلیغات میکردیم. خاله ازم بچه پرو بچه آلودگی و کثافت و مریضی از امسال شما میاد تو جون ما. حالا ببخشید ای اینا با منبر بلند شد. بده به من اینا شما باشه. اون چیزی که کثیفه دستای بیگناه این بچه نیست. قلب امثال من و شماست که سنگ شده. در ضمن حاجی همین یه جمله کل سوسماس پشت هم داشته. اون چیزی که کثیفه دستای بچه نیست. قلب من نیست. بعد پولشو پس داد. آره. جنسا رو گرفت. بترس دلشکوندن بچه هنر نیست. به سلامت. عمو جون بیا. اونم رفت. آخریدا اینو داد به اون. خریدای خانوم بود. خریدای خانوم حالا نمیدونم چی هم بود. اینا چیپس و پفکه دیگه. سس و سس و بادوم زدن. مزه عرق خوری بود. بمر داد به بچه‌م. بچه‌ای که احتیاج بود مثلا برای سس داره. سس داره. آره. همه چی داره. اصلا کثیف نیست که تمیز هم بچه. بچه بازیگر تمیز و خیلی عالیه. بریم آقا. بس شد یه دونه قلاده با دو تا غذا خوش. آره آره فقط قلاده زنجیری نه.
این چیه داری؟ پس شد همین اول شده وایسا داره بهش میگه پس شد یه دونه قلاده دو تا غذا خوش سه تا هم سیب زمینی یک کیلو هم خیار بابا میخوای بری برای پت غذا مزا بگیری اصلا این مدلی نیست این انگار داره میره سوپر خرید کنه من نداشتم نمیدونم من دارم اینجا خوابیده من دارم میدونم دارم میگم یه قلاده رو من مثلا سه سال یه بار میخرم یه قلاده دو تا غذا خوش سرلا پیاز بگیر قلادم بگیر اینا باشه دو تا انگشتم گشادتر باشه باشه سلام به به خوش اومدی یه دونه قلاده میخواستم با دو تا غذا خشک هنوزم مثل قدیمی هنوزم با وسایل مردم کلاس میذاری قلاده را از این نیز در آمان گذاشت شما میشه فرمایید یه دونه قلاده فرمان کوچیک اومده بخره قلاده است اونجا بستنی سفارش شده بفهمه بعد تو بستنی هم سفارش میدی مدلشو میپرسی کیم میخوای نمیدونم سالار میخوای اینگاه هم وینستون یه دوتا ایکسس بده داشت بفهم اون قلاده است این غروری که الان سیسشو گرفتی خیلی خوبه ولی نه جلو کسی که قبلا پست زدی این کارت خدمت شما بند تاریخ تولدم فقط اول یه موجودی ازش بگیر کارت خودت هم که نیست آها گرفتم احتمالا شوگره همین که موجودی رو دیدی دهنت بازموند واسه من بسه شوگرم نیست من صداش میکنم فرشته خوبیشم اینه که از اولویتایی که تو واسه رفتنت میآوردی سیره تو قبلا عاشق من بودی قبلا ها هرچی بوده گذشته مهم اینه الان روی سر تاجم بذاری این سگشو باهات عوض نمی کنه بیا بریم عزیز کنار این باشی بی وفا میشی خدا نگهدار کنار این باشی بی وفا میشی من به نظرم یارو مثلا با خودش گفته که یکی بهش گفته کنار این باشی بی وفا میشی حاجی خیلی خوبه یه سناریو بسازم یه دوز براش بسازم سگ کنار تو بی وفا میشه اینو گفته این باید سناریوشه ببخشید این الان با هم بودن قبلا دوست بودن آره بعد کارت زنه رو داد گفت یه موجودی بکش ببین آره پوز داد دیگه با بس شایس با یارو پوز داد ولی آخرش هم دوتا غذا خوش گرفت تو سطل تو سطل دوتا غذا خوش گرفت مگه تو سطل نه اینقدر مدل های مختلف داره غذا خوش ما خودمون گیج میشیم میخوایم بهش خرید کنیم بری تو نگران نباش احسان چطوری؟ ممنون داش اینا کیان؟ آقا من نمی‌بینی بچه‌ها اومده نمی‌شه دوره هم اشغال کنیم بچه‌ها برید داخل وایسا ببینم چی چی برای خودت می‌بری می‌دوزی برید داخل خجالت نمی‌کشی خودت ناموس نداری تو دختر بچه بردی اینجا که نمی‌دونیم کی هستن چی هستن مثل ناموس خودمون می‌مونن می‌خوادشو سوء استفاده کنی وقتی که قبلش شدی 5 دقیقه قبل بزنی اینجوری میشه اینا چه نو بردی مثل ناموس من برعکس اینو خیلی دیدم حاجی رفیق تو بگو بیا به هر شکلی یارو دست من زدن میخوام ببرم یارو رو ببین تو اصلا این که یارو میاد میگه قطعا یه مشکلی داره یا مثلا بلند نمیشه یه چیزی هست قبل یه روز دیگه وایس درست میشه یه چیزی هست برای اینا رو میگه الان از همون راهی که اومدی برگرد برو خجالت بکش اینا رو اینجور شدن که این آجی بیا بریم یه خونه دیگه ناراحت شد پشه‌بند و مسئول پشه‌بند بیاید بری پشه ها تو ببخشید دیر شد و انا چایی هم میارم با هم میخوریم مرسی از شما عزیزم رنگ زد به لباسش دیدی؟ من یه کمک بدی تو آشپز خونه خوبه اندونه میدی زیر بغلم و پاش پاشو تنبل اعتراض نکن دارم چی؟ نور سبز رو داری اوش کله بجه یه کبابی چو کنم؟ یه لحظه بایست اوه یه 20 ثانیه صبر کن لطفا تایمر گرفت 20 شد پس چرا همه چی چی نخوردی؟ من نمیخوام داشت خودشو درست میکرد دیدی؟ داشت اونو سریع میناشو درست میکرد فکر کنم یه کاری کردن 20 ثانیه باز چی بود؟ 20 ثانیه ای انجام شده 20 ثانیه ای تموم شد کار خب اون رنگه چی بود؟ نمیدونم بعد ببینیم خیلی نکته داره این برنامه آما چی؟ بیا بده خودم بردارم بود جستم چرا رنگش این چیه؟ پلاستی که زباله رو بردم اینجا بشه نمیده آره حتما نمیتونه خودم باش کنم به هوا داریه اوه این امتحان امتحان الهی بودین اولی که ایرون با قلمو رنگ قلمو رنگ قلمو رنگ
میشه. فکر کن مثلا طرف مهمونی نشسته یه چیزی اینجوری از روش رد شده اوکی نفهمیده اصلا. قبلش هماهنگ کرده. خب یه ذره رنگ قاطی کنم توی یه بشقاب یه چیزی برم اونو بیارم بزنم روی این، چون این رنگ خوش میشه دیگه سر میدونی، بعد اونو بمالم به این، بعد اینجوری ببرمش بزنم به دختره و قلمو هم که میزنی اینجوری لمسه یارو نمیفهمه اینجوری کشید بهش. بعد یارو رو برد تو اتاق گفت 20 ثانیه حالا نسبتشون چی بود ما نفهمیدیم. نه احتمالا اون دوست دختر اون بوده، اونم دوست دختر اون یکی، اینا زبدعی رفتن تو اتاق. بعد یارو سر بعد 20 ثانیه‌ای رنگی شده، یعنی در عد رفته دست گفت آره دست انداخته اون اینجا. خب همون یه تیکه رو گرفته، مثلا اینجا رو نگرفته که اینجا رو گرفته. این میدونسته بیشترین کجا، این میشناسه طرفش کجاها رو دست میزنه. آره این میگه این بمونه تنها یکی دست اینجا میندازه، منم اونجا رو رنگ میزنم. بریم بعدی. این استاد تیاری هم بعد جور رود کراش زده ها. وا به خدا سر کلاس همش نگاهش رو تو بود، مگه ندیدی؟ تو که میدونی چقدر ذهنم درگیره، واسه کارم یه آیفون میخوام ولی نمیشه. بابا این دوربینا رو چرا اینجوری میکنی؟ از این ور میزنه به اون ور، از اون ور میزنه به اون ور، خط فرضی اینا که اصلا سیکش خورده، هیچ رنگ دوربین عوض میشه. خب چی کار میکنید؟ که نمیشه. به کی داری زنگ میزنی؟ به تو، بردار دیگه. از چپ این میزنه به راستمون. راستان چی شد؟ این مال کیه؟ چی شد امیری؟ براش موبایل خرید؟ من یه موبایل لازم دارم. دنبالمونم فکرم درگیر، زنگ زد گوشی در اومد. این مال کیه؟ بزن بقیه شو گرم خون لسه تو باید بده. پشمان براش موبایل خرید؟ یعنی همون لحظه قبل نمیدونستش؟ نه 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 گوشه جدید مبارک خانوم. الهی قربونت برم، همین کارا رو میکنی که من جونم هم واسط میدم. رفیق ترین رفیقم. بول نکنید این کارو. بعد چرا در موقعی که حرکت میکنم همه جا بسته است، از دیوار میام. جفتشو کپ هم هستن. خب میدونم استاده چی بود این وسط. گفت استاده رود کراش سر یه چیز بود دیگه، داستان فرعی بود. حتی توضیحات هم دیگه نمیم اسم میکنم بعد دیدن اینا هیچی نمیفهمم دیگه. قطره چشمی همونو میذاریم واسه فروش، قطره های سماوره میذارید بعد دیدن اینا چشمی. اینو آخرش کنی؟ بگید کدوم از همه سمتر بودم ببین. تموم چه بره اینو ببینیم انشالله که. آب جی یه چایی نمیخوایی بدی به ما؟ چی بود؟ این چه جونه بره؟ بله چرا که نه؟ نه عزیزم بشین، صبح تا شب داری تو این خونه زحمت میکشی، من میرم میدوزم. انقدر که این زندگی برام تکراری شده، دنبال یک کلیس جدیدم، از نیستم زده شدم. علی تو خواهیه ای؟ از جایی که نون و نمک بخورم حرمتشو نگه میدارم، تو هم تو این دنیا از نیستم عاشقتر پیدا نمی کنی. چی شده داداش؟ چرا صدا تو میبری بالا؟ داداش من دارم میرم، تو هم تو انتخاب دقت کن، مواظب اون قلب میلیاردی باش. چطوری تو رو وقتی تره به تره یکی دیگه خورده؟ این خیلی بد بود. ای دلش کتک میزنی من جوری که پشمام ریخ. اول که من رابطه رو اولش گم کردم، چون این به اون گفت آبجی، اصلا نگاهاشون به دوربین این خط فرضیه که میزنن درست، این داشت آشپزخونه رو نگاه میکرد، این آره. داشت مثلا به آواجور حرف میزد. بعد آخه این گفت آبجی، من فکرم واقعا آبجیشه، فکرم خواهرشه. این دوست چیز دیگه، این مثلا رو اینا مرام دارن، زنداداشی و اینا هست. ببین این نقطه مغزم ریده. پشمای این نقطه ریخت. نمیدونه الان چیکار داره کنه. اینجا اون قسمتیه که کوچه رو تحلیل میکنه، اون سوخته. ببین یارگاز بس کاریه. آره دقیقا دست رو میندازه. ببین من از این رابطه خسته شدم. تو پایه ای؟ مهدی جان چای خوبه دیگه، داره میریزه. تو میگه برین تو اون خستم کرده، میشه با هم بریم تو اتاق بغلی؟ قیافه اون چرا اونجوریه؟ اون چرا اون شکلیه؟ اون بعد خود دیالوگ هم درست نمیتونست بگه حتا. مواظب اون قلب میلیاردی باش. این دقیقا همونه که بود. ایوی این میان مثلا شب تو خوابه داره فکر میکنه، تو اتاق خواب خوابیده، مواظب قلب میلیاردیت باش. آجی اینو بگیریم، اینو. یه کاری کنیم این قلب میلیاردی اینو یه سناریو بزنیم، فردا به مهتی بریم زفت. اکت آخرش نیدیم میخواست بزنه نزد چه طبیعی زد رو مبل.
خب خیلی خجالت کشیدم من. اینم از قسمت اول سماور. سم باوردیم براتون. امیدوارم از این سمای این هفته لذت برده باشین. ما دیگه سعی میکنیم مرتب و منظم براتون سم بیاریم. شما اگه چیز باحالی میبینید بفرستید، ترجیحاً توی جان باشه، توی موضوع باشه که بتونیم بررسی کنیم. اگه واقعا دوست داشته باشید و ببینیم که ویدیو رو شاید هفته دوبار هم بتونیم بگیریم، ولی این خیلی بستگی به شما داره که ببینیم که چقدر دوست دارید ویدیو رو. کانال کلاک تیوی رو که اینجا میذاریم حتما سابسکرایب کنید. اگه دارید که دمتون گرم، به دوستاتون هم بگید که آقا کلاک تیوی بعد یه وقفه طولانی برگشته، قرار براتون برنامه جذاب داشته باشیم. حتما ویدیو برام بفرستید. اگر شما هم این سما دوست دارید به همون تو کامنت ها بگید. اگه نه واقعا خوشتون نمیاد و به نظرتون اینا خیلی بده، بازم بگید. و اینکه همین چرا اینقدر خیلی بیو میخوره، واقعا اگه دوست دارید بگید چرا، حداقل ما بدونیم که چرا. یادتون نره برامون بفرستید. یعنی سم شما هم دارید بفرستید که ما بیار بسازیم. تلگرام میذاریم تو کانال برامون بفرستید شما. مرسی که نگاه کردید. کامنت لایک سابسکرایب. مراقب قلب میلیاردتون باشید. مراقب قلب میلیاردت باش. حالا بودم داخل روز هفته.